بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. دارالمصباح الشاعری با همکاری حوزه علمی سید الشهدا علیه السلام در شهر مقدس کربلا به آموزش هفتگی سخنوری، فن بیان و منبر حسینی ادامه می دهد. مسئولان این مرکز اعلام کردند که با توجه به موفقیت پروژه، آمادگی جذب تعداد بیشتری از جوانان و علاقمندان را دارند تا در این فعالیت‌های آموزشی مشارکت کنند. دیپلمات ژاپنی در بازدید از حرم امام حسین علیه السلام ابراز شگفتی کرد و گفت که تحت تأثیر این مکان و تاریخچه‌اش قرار گرفته است. این سفر در راستای تقویت روابط فرهنگی بین دو کشور صورت گرفت و علاقه بین المللی به آثار مذهبی و تاریخی عراق به ویژه میراث اهل بیت علیهم السلام را نشان می‌دهد. توافق ایران و عراق برای احداث پایانه مرزی شلمچه به امضا رسید. این پایانه در مسیر خط آهن شلمچه بصره قرار دارد و عملیات اجرای آن با حضور مقامات دو کشور آغاز می شود. راه اندازی این پروژه به کنترل تراکم جمعیت در زیارت‌های میلیونی به ویژه اربعین حسینی کمک خواهد کرد. تیراندازی مرزبانان تاجیکستان به پناهندگان افغانستانی باعث زخمی شدن تعدادی از آنان شد. این حادثه در حالی رخ داد که شهروندان افغانستان قصد ورود به تاجیکستان را داشتند. در حالی که تیراندازی به اتباع افغانستانی در ایران به طور گسترده‌ای پوشش داده شد، سکوت رسانه‌های فارسی زبان در مورد این واقعه جای تأمل دارد. بر اثر استنشاق گاز مرکاپتان، 31 دانش آموز در شهرستان سمنگان به بیمارستان منتقل شدند. این حادثه در دو مدرسه نسترن و امام جعفر صادق واقع در مجاورت یک شرکت گاز رخ داد. حال دانش آموزان پس از درمان بهبود یافته و در حال ترخیص هستند. مرکاپتان گازی بدبو است که میتواند ریه ها را تحریک کند. یک وکیل دادگستری در استان فارس پس از پایان جلسه دادرسی به ضرب گلوله در مقابل شورای حل اختلاف شهرستان جویوم به قتل رسید. این حادثه به دست طرف مقابل پرونده موکلش رخ داد و قاتل در مهر دستگیر شد. فعالان مدنی بر نیاز وکلا به ابزارهای دفاع شخصی تاکید دارند.